یک. به همین سادگی. حالا تایم میدم بهتون، پس اینو خیلی دقت کنید بهش. خیلی کتاب روش تاکید کرده، ازش تو کنکور سوال دادن. عدد در ماتریس ضرب بشود و بخواهد بیاید بیرون، بی تردید به توان چند میرسه بچه ها؟ مرتبه میرسه. خیلی خوب، این از این بس. بعدی شما متی گزینه رو رفرش کن. مرسی بچه. این تست رو ببینید، میگه اگر AIJ و BJI این دو درد و اونم دو درد و دو ماتریس وارون پذیر، بچه ها این یادتون باشه، هر وقت این اصطلاح رو شنیدید وارون پذیر باشند، یعنی دترمینان غیر صفره. دترمینان غیر صفره. بچه اینقدر زود گزینه ها رو نزنید بابا، این سوال حل داره. شما چجوری من تا میگم گزینه رو میزنید؟ آخه صبر کنید یه ذره. الان باز نگاه کن، 30% بچه ها من نمیدونم زدن و غلط زدن. به خدا. سلام سلام، احوال شما؟ شما خوبین؟ چطور کاپیتان؟ شما خوبین؟ خیلی مخلصین. شما خوبین؟ مشتاق دیدار. میبینمتون. قربون شما. بسله 65 به 35. آقا خدا وکیلی نگاه کن اینا رو ببین. این AIJ جا به جا شده. یعنی چی؟ قطر اصلی دست میخوره. AIJش که برابرن که نه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر ماتریس آ شما بفرض باشه ABCD، بی شما آودیش همونه اما جای بی و سی عوض میشه. این جا به جایی بالا و پایین قطر اصلیه تو ماتریس دو در دو. خیلی خوب، حالا میگه ماتریس آبی کدام گزینه میتواند باشد؟ بچه ها اینو دقت کنید لطفا. الان دترمینان آ برابر چیه؟ آدی منهای بی سی. دترمینان بی برابر چیه؟ آدی منهای بی سی. بچه ها دترمینان آبی برابر چیه؟ دترمینان آ ضرب در بی، اینا که عین همن، پس می شود آدی منهای بی سی به توان دو. همه تون می دونید که این یه عدد چیه بچه ها؟ مثبت. پس گزینه ای درست است که دترمینان آن یک عدد مثبت باشد. 6 منهای 20 منفیه، منهای 3 منهای 0 منفیه، 3 منهای 0 مثبته، اینم منفیه که جواب میشه گزینه 3. 1 2 4 حذف میشن و جواب میشه گزینه 3. چقدر این تست زیبایی بود، واقعا عالی و خوب. من نمیدونم چه جوری بچه‌ها یه عده غلط زدن. نباید غلط میزدین بچه‌ها، نباید غلط میزدین. و هیچی دیگه، همین. خب بریم سراغ
شماره 23. بچه های عزیز این تست رو من حل میکنم، ببینید چجوری تایم میدم، بعدی رو شما حل کنید. آقا سوال برداشته گفته که آسه مساوی آی، کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم، پشت دانایی اردو بزنیم. خب آقا آسه مساوی آی